اوکی هستم یه بخیر پارشای ویخی در اتمام پارشای ویخی میبینیم که یوسف صدیق هم از اولان میره خامین به ما میفرمایند که آدم همیشه بعد از ربانوت از ریاست دوری بگیره ریاست رئیس بودن مدیریت دوری بگیره چرا که ریاست باعث میشه که عمر آدم کم بشه کوتاه بشه از کجا میبینیم؟ از یوسف صدیق یوسف صدیق از برادرهای دیگه شفاتیم برادرهای دیگه اش بجرد بنیامین کوچکترین بود و از قبل از همه از اولام بود در سن 110 سالی بود ریاست خامنه‌ای میفرمایند کسی که مدیریت میکنه برای جامعه این شخص خیلی بعدش با مشکلات جامعه دست و پنجه نرم کنه و اگه شخصی باشه که واقعا دوستشون داشته باشه چه بسا این خیلی وقتا به خودش هم اثر میذاره ناراحتی جامعه و غیره یوسف صدیق شخصیت بسیار برزنده‌ای داشته شخصیتی که یوسف صدیق داشت از همون کوچیکی میبینیم موقعی که اون بچه های بیدا و زیپا توسط بقیه شباتیم باهاشون خیلی محبت نمیشد خیلی باهاشون گرم نمیگرفتن یوسف صدیق دوست اونا بود باهاشون دوستی میکرد هواشون رو داشت بعدن که یوسف صدیق رو میفروشنش و یوسف صدیق میفته توی زندان اون موقع هم حتی یوسف صدیق برای دیگران احساس مسئولیت و همدردی میکرد کسایی که توی زندان بودن در مدت 12 سال از یوسف محبت میدیدن راهنمایی میگرفتن بعد از اینکه یوسف صدیق از زندان میاد بیرون بازم تموم نشد اون موقع هم که قبل از اینکه زندان بیفته پیش اشت پوتیفره پیش پوتیفره که بود اشت پوتیفره امکانش براش وجود داشتش که خطا کنه ولی گفت من چطور بیام خیانت کنم به اربابم احساس مسئولیت میکرد برای دیگران همدردی میکرد وقتی که ریاست مثل وزیری رو میگیره اون موقع میاد و برای همگی واقعا اینقدر احساس مسئولیت میکنه وقتی برادراش وارد مصر میشن یه مقدار سعی میکنه که برادرها به خودشون بیاره که تشوبه کنن توبه کنن ولی نه بیش از حد و برایشون ناراحت میشه که چرا این برادرها بعدش انقدر دوری منو ببینن و انقدر سوال پیچشون کنن و خودش میره اونا رو بغل میکنه خودش میره به اونا میگه که من شما رو کاری ندارم هواتون رو دارم بعد عکس باشه و اونا معذرت بخوان خب میفهمین برای همین بود که یعقوب آوینو اینقدر یوسف رو دوست داشت چون که یوسف یه شخصیتی داشت همون که از اسمش معلومه یوسف خواست همیشه اضافه کنه میخواست همیشه از خودش بذاره مایه بده به دیگران آدم خودخواهی نبود و از همین یوسف بود که ماشیخ به یوسف میاد ما دو تا ماشیخ داریم ماشیخ به داوید و ماشیخ بن یوسف و این دو برخا لازمن تا دنیا رو به تکامل برسونن بنابراین ما وقتی در تورات نقل میشن این داستان ها رو میبینیم و میخونیم اینا کتاب تاریخ نیست میاد به ما یاد میده که تو هم در برابر دیگری احساس مسئولیت داشته باش اگه میبینی دیگری احتیاج به راهنمایی داره کمک داره و تو میتونی راهنماییش کنی، کمکش کنی از زیر وظیفه شونه در نکن سرت رو اون بر نگین و برو نه دیگری رو دریا مخصوصا تمام یهودیم کل اسرائیل عربیم زلازه رو ما توی یوسف صدیق میبینیم که همه ما اعضای یک بدنیم و بعد به دیگری کمک کنیم